کلاس دیگری از کلاس برشیت رو با هم دیگه شروع میکنیم و میدونم که هفته پیش بحث داغی بود. امروز هم سعی میکنیم به عزرت هشم به خوبی از این اسرار تورا که در سفر برشیت مخصوصا سناریوی آفرینش نهفته شده کمال استفاده رو بکنیم. خب میبینیم که در پاسوق تا اونجا رسیدیم که خداوند زمین رو آماده برای رشد، ولی آمادگی زمین رو به دو چیز نسبت داد، با اون یکی محصول، چیزی که در اون سبز میشه، و دو بارندگی. و میگه به خل سیه حساده ترم یه بارست به خل اسف حساده ترم اسمح. هر خار و خاشاکی در صحرا هنوز نبود و هیچ گیاه و سبزه‌ای در مزرعه یا در صحرا هنوز رشد نکرده بود، ترم یسمح رشد نکرده بود. کلوهیم تیر هشم الهیم الارف، چون خداوند باران رو همونطور که گفتیم هشم الوکیم مدت هدیم و مدت رحمیم، هنوز بارانی نیامده بود. اما چرا باران نیامده بود؟ چون و آدم عین لعود اله آدما، چون هنوز انسانی آدمی نبود که بخواد رو زمین کار بکنه، لعود ات آدما که آدما یعنی زمین، زمین رو شخم بزنه، پرورش بده، کار ازش بگیره. و آدم این لعود ات آدما، و از اینجا حخامیم توضیح میدن که برای هر رشدی، برای هر پیشرفتی، قبل از اینکه از شامعیم از بالا به ما یک لطفی بکنن، بارندگی، بارشی، بارانی حاصل بشه، اول باید خودمون روی زمین لعود اتادما یک کاری انجام بدیم که این هیت اروت دلتاتا، اون بیداری که ما در پایین پدید میاریم، بتونه هیت اروت دلئلا، اون بیداری بالا رو بیدار بکنه، اکتیویت بکنه، فعال بکنه، که همونطور که ما در پایین قدمی برمیداریم، همینطور هم از بالا قدمی بردارم. پس یعنی دنیا به حالت پتانسیال، به حالت کاملا کپسولیت آماده با تمام معادن، ذخایر زمینی، با تمام لطف‌ها و حسادیم و کمک هشم آماده است، فقط منتظر چیه؟ لعود اتادما، که ما روی زمین یک کاری انجام بدیم. و همین آمادگی ما و فعالیت ما، عبودای ما روی زمین، در واقع از شامعیم همکاری رو به ما جلب میکنه. پس از تو حرکت، از خداوند برکت، حتی اون ابری هم که در آسمانه و باعث بارش میشه، قبلش رو زمین بوده. قطرات دریا، اقیانوس ها بخار میشن، به بالا میرن، تشکیل ابر رو میدن و مجددن بارندگی رو به خود زمین برمیگردونن. پس برای اینکه ابری در بالا باشه، باید قطره‌ای در رو زمین باشه.
و اون بخار شدن و تبخیر آب هاست که ابرها رو در آسمان مجدداً برای بارندگی آماده میکنه. پس بگرتو میثبتی که ما در این پایین روی زمین در علام حزه انجام میدیم، این اسمش هست لعوت اتادما. ما داریم این گشمیوت، این زمین مادی رو، این دنیای مادی رو داریم به کار میگیریم، داریم بهش قدرت میدیم، جهت میدیم، با نیت پاکمون که از این همه مخلوقات و آفرینش خداوند استفاده میکنیم، داریم لعبود تا آدم ها. اون موقعی که آدم، اگر یک آدمی بتونه لعبود تا آدم ها زمین را آماده بکنه، اون موقع است که بارندگی از شامعیم پدیدار میشه، اون موقع است که یسمح اون اسف حسده، اون گیاه صحرا که آماده بود که ما زمین رو شخ بزنیم آماده بکنیم، رشد میکنه، اون سیاه حسده یهیه پدیدار میشه. و میبینیم همه اینا در واقع از ابتدای آفرینش آماده بودن، فقط بستگی به آمادگی ما داشت که آمادگی اونها از حالت بالقوه به بالفعل در بیاد، از حالت پتانسیال به حالت اکتیویت بشه و فعالیت خودشو نشون بده. پس همین این باعث چی میشه؟ که انسان بدونه که کلید مشکلات دست خودشه، کلید نعمات دست خودشه. این که انسان بخواد از شامعین چه چیزی رو از بر خودش گشایش بده، آیا خشم خداوند و آیا لطف خداوند، دست خودشه. لعبود تا آدم ها، این که انسان بر روی زمین شروع کنه به کار کردن، همین جوری نشینه، بلکه ببینه چه میسوایی هست که میتونه این میسوا رو انجام بده که از شامعین بتونه لطف خداوند رو به خودش جاری کنه. اما ببینیم راشی چی میگه. راشی میگه یا کن اسف حساده، سیاه حساده، هر نوع ریشه‌ای که در خاک بود هنوز نه پدیدار شده بود نه رشد کرده بود. چرا؟ چون تو پاسخ گفت کلو هیمتیر، چون هنوز باران نیامده بود که اونها رشد کنن. خب چرا باران نیامده بود؟ اومد تعم لو هیمتیر، خب چرا باران نمیامد؟ لفی شه آدم این لعود ات آدم ها، همونطور که گفتیم تو پاسخ، چون آدمی نبود هنوز، بشری نبود که روی زمین کار بکنه، مگه خوب بود چه کار بکنه؟ چجوری لعبود اتا آدم ها آدم میتونه زمین رو آماده بکنه، روش کار بکنه؟ راشی میگه و این مکیر به توباتم شل گشمیم، چون مخاطره این که آدم هنوز به دنیا نایمده بود که توباتم از بنفیت و این همه خوبی و مزایای بارون با خبر باشه، که بگه احتیاج به کمک بالا هم هست، نه فقط از پایین هر کاری کردم هر پولی در آوردم، هنوز براخای هشم هم لازمه، هنوز اون بارش و اون لطف الهی از شامعیم لازمه که این حرکتی که ما کردیم رو تبدیل به برکت بکنه. نمیتونه انسان فقط بگه کحی به آسم یادی، قدرت من،
پول من، عقل من، نفوذ من، وکیل من، پزشکان من، اونا هستن که دارن کار جلو میبرن. سربازان، جنگجویان، سیاستمداران، اینها هستن که دارن کار پیش میبرن. میگه هنوز تا تو ارزش قدر بارون رو از شامایم ندونی که تا چه حد تو زندگی و ما موثره و زحمات ما رو نتیجه بخش میکنه و تمام نتیجه زحمات ما بسته به برکت الهیه، به تاییدات خداونده، سیات دشمن یا کمک خداونده. میگه تا به اون پی نبری چیزی رشد نمیکنه. پس یعنی در واقع آدم هاریشان موقعی که رو زمین کار میکرد، لعبوت تا آدم ها میفهمید که بیمایه فطیره. هر چقدر من زحمت بکشم، ولی اگر بارانی از شامعیم نیاد که این زحمت و این کاشتن و شخم زدن من رو نتیجه بخش بکنه، زحمات من بیهوده به هدر میره. به همین دلیل در فصلهای خشکسالی این همه زحمت میکشن، ولی بارونی نیست که اونها رو به نتیجه برسونه و رشد بده. چرا فکر میکنیم فقط در ابتدای آفرینش بود که خداوند دنیا را آفرید و از قدرتش در خلقت دنیا استفاده کرد؟ هنوز قدرت خداوند ادامه دار، هر روز معصه برشید سناریوی آفرینش رو داره همچنان تکرار میکنه. هر روز که ما از خواب بلند میشیم یک تولد جدیدیه. هر صبح که ما شروع میکنیم به حرکت و راه رفتن و تنفس، یک احیا و زندگی جدیدیه. همونطور که هر روز ما در یوتسر تفیلای یوتسر میخونیم، باروخ اتا هشم، متبارک استی خداوند، الوکین و ملخ عالم، خالق ما، پادشاه دنیا، یوتسر اور اوبر حوشق، که آفریننده نور و تاریکیه. چه نور از جانب خداوند خلق شده و چه تاریکی. نور و تاریکی رقیب هم دیگه نیستن. تاریکی از کمبود نور نیست. خوشق، تاریکی هم برای خودش یه خلقته. اور، نورم برای خودش یه خلقته. یوتسر اور اوبر حوشق، آفریننده نور و خلق کننده تاریکی. اوسه شالوم اوبر تکل، و با نظم و شالوم و صلحی که در دنیا پدید میاری، اوبر تکل تمام آفرینش رو مجددن میآفرین. هیچ لفظ گذشته اینجا نیست که خداوند آفرید نور رو، تاریکی رو خلق کرد، با صلح دنیا رو و همه چیز رو پدید آورد. هیچ لفظ گذشته اینجا نیست. اوسه شالوم، انجام میده خداوند صلح رو، او بوره تکل و می آفرینه همه چیز رو. هنوز همه چی در ادامه خلقت و آفرینش خداوند جلو میره. هیچ توقفی بعد از 6 روز آفرینش در دنیا پدید نیامد. هنوز آفرینش روز به روز خداوند داره می آفرینه. همه این لارس که این همه نورافکن، نورافشانی می کنی، نورانی می کنی زمین رو، ولداره مره ها و اونهایی که بر در زمین ساکن هستن، برحمیم، با رحمت خداوند دار. افتوو و با حسد و با خوبی و لطفش خداوند، محدش به خلیم تامید، معصه برشید، محدش تجدید میکنه. هر روز از نو، از حداش، از جدید، به خلیم در هر روز تامید معصه برشید، معصه و سناریوی آفرینش رو.
و اون موقع است که انسان موقعی که به پاراشای برشید میرسه، ببینه در واقع این پاراشای برشید پاراشای زندگیشه. در هر روز خداوند داره این آفرینش ها و خلقت ها رو پدید میاره. پس یعنی زخوتی که ما دیروز داشتیم با زخوتی که امروز داریم فرق داره، چون مجددن امروز داره یک فرصت دیگه خداوند به ما میده و یک سفره آرایی و زیبایی دیگری به زندگی ما امروز میده، چون امروزم یک آفرینش جدیده. پس هرچی دکترا دیروز گفتن میتونه با هرچی که امروز بگن فرق بکنه، چون امروز مجددن ما از نو بنا میشیم. شه هزار تا بی نشماتی که حتی خداوند نشمای ما رو در به ما برمیگردونه. و ما اگر قبول بکنیم که طلوع خورشید یا غروب خورشید روز رو تعیین نمیکنه، بلکه حتی غروب و طلوع خورشیدم آفرینش جدیدیه که داره در هر روز پدید میاد، دیگه چه برسه به تنفس ما، راه‌رفتن ما، فکر و تخیل ما، هر نوع حرکتی که داریم تماماً از جانب خداوند داره مجدداً برنامه ریزی میشه و تحریزی میشه که ما امروز رو کهنه نمی کنیم و به دیروز اضافه بکنیم. امروز برای خودش یک روز جدیدی، روز آفرینشه. محدش به خلیان تامید معصب رشید. و اون موقع است که میگیم من رب و معصخم. خداوند چقدر عظیم و بلند مرتبه هستن معصخ اعمال تو، آفرینش تو. خداوند کلام به حکماسی تا تمام آفرینش رو و حرکاتت رو و اعمالت رو خداوند از روی خخما و عقل و درایت ملاها آرس قنیانه خوا که دنیا مملو شده پر از مخلوقات تو، قنیانه خوا مالکیت تو، هم ملک هم مرومم لبدوم آز، پادشاه بلند مرتبه و با شکوه به تنهایی از همون موقع، از همون اول آفرینش، هم مشوباح و مفعار که مورد مدح و ثنا و افتخار، و هم میتنسم میمات علام که رهبری خداوند از ایام العمر بوده از ابتدا، اله علام ای خدای خالق دنیا برحمه خواهربین با این همه رحم و لطفای کثیرت رحم علینو به ما رحم کن، ادون اوزینو ای آقا و سرور کمک رسانی ما و قدرت ما، سور میسکبینو ای خالق پر از قدرت ما، ماگن یشینو پناگاه ما و تکیهگاه ما، میسگاو بعدینو لطفاً حمایتت و همکاریت و پشتبانیت رو همراه ما داشته باش. به همین دلیل چه موقعی ما واقعاً رحم خداوند رو میتونیم بر خودمون بیدار بکنیم؟ موقعی که انسان رحم خداوند رو در زندگی خودش تشخیص بده که تا الانم هرچی بوده از روی رحم و لطف خداوند بوده، هیچ نوع کردیتی و اعتباری به بنده نمیاد، همش به خداونده. خداوند خواست که این مشتری امروز بیاد، خداوند خواست که این چک امروز نیاد، خداوند خواست که من امروز به موقع برسم، خداوند خواست که دیگری امروز به موقع برسه، جلوتر از من بشه. همه چی از جانب خداونده و همه چی روی رحم خداونده. در نتیجه میگه به محض اینکه آدم آرشان به دنیا آمد، خلق شد، مکیر به توباتم شلگ شمیم و
تأثیر و مزایا و سود باران رو، لطف الهی رو از شامعین تشخیص داد، اون موقع بود که آدم آرشون گفت پس من برای اینکه بتونم لطف شامعین باران آسمان رو به این دنیا نازل بکنم احتیاج به چی دارم؟ هیت پلل علیهم، من احتیاج به تفیلا دارم. و به محض اینکه فهمید که باران سرخ لعالم احتیاج دنیاست، بدون باران پیش نمیره، هیت پلل علیهم، آدم آرشون تفیلا خوند و یارد باران اومد و سامخو و رشد کرد ها ایلانوت و هدشاین و تمام درختان و تمام گیاهانی که تا الان آماده چی بودن؟ رشد بودن. پس یعنی لطف الهی همچنان پشت پنجره، پشت در آماده برای ورود مهیاست. هیت پلل علیهم، باید براشون تفیلا بخونیم تا اون بارونه بیاد، تا اون درخته و گیاه سبز بشه. هر چیزی پیشرفتی توی زندگی احتیاج به تفیلا داره، چون هر قفلی با کلیدی باز میشه، هر نعمتی با تفیلایی برقرار میشه. پس حتی آن میخواد بره کفشم بخره، اینه که از ربانه میگفت، هنوز با خداوند یک دعای راز و نیاز، یک تفیلایی بخونه. لازم نیست که سی دور دست بگیره که میخواد بره کفش بخره. خدایا کمک کن در بهترین موقعیت، کمترین زحمت، بهترین قیمت، یک کفش خوبی به خوبی گیرم بیاد. حالا اگر برای کفش خریدن آدم میتونه از خداوند کمک به طلبه، دیگه برای زن گرفتن، برای ازدواج فرزندانش، برای شفای اطرافیانش، برای پیشرفت در کسب و کارش، برای هر نوع کنترل احساسش، عصبانیتش، حسادتش، برای هر نوع موضوعی میتونه از خداوند کمک بگیره. مگه توی بیمارستان فقط بخش ارتوپدیک شکسته بندی داره که کسی پاش در رفته یا قوزک پاش شکسته؟ هزاران بخش داره، هزاران انواع اقسام دکترا هستن، متخصصین که هر نوع بیماری و هر نوع ناراحتی رو با تخصص خودشون، با اون بخش مخصوص خودشون شفا میدن یا کمک میکنن. همینطور هم خداوند پمل یا شلمالا دپارتمنت بالا تو شامعین میلیون ها بخش مختلف داره، برای هر نوع احتیاجی با یک تفیلا آدم وقت ملاقات میگیره با متخصص اون بخش تو شامعین، که اون ملاخی که باید این موضوع رو کمک بکنه و شفا بده و یا حل بکنه، یک باره از جانب خداوند نازل میشه. مگر خداوند برای شفای ابراهام خودش نشسته بود و داشتم چادر باش صحبت میکرد، ولی گفت سه تا رهگذر میفرستم، سه تا مسافر، سه غریبه، اما ملاخ فرشته خداوند، که هر کدوم یک مسنج و یک پیامی برای تو دارن، یکی شفا بده، یکی خبر خوش زایمان سارا رو بده و یکی هم برای صدوم امارا. خود خداوند اونجا بود، اما خداوند گفت حربه شلوخم لما کن، اول این ستا غریبه رو میفرستم ببینم چطور ازشون پذیرایی میکنی، بعد در شفا و نعمت و اون پیام خوب رو برات باز میکنم، بعد اون ملاخ که ازش استقبال کردی تو زندگیت
قدرتش رو از جانب خداوند در زندگی تو یک بار آشکار میکنه و مؤثر میکنه. پس راستشو بخوای، هر کدوم از ما تو زندگی با ملاخیم جور و جوری سر کار داره. بعضی ها ملاخشون مادر شوهرشونه، بعضی ها ملاخشون کارگرشونه، بعضی ها ملاخشون معلمشونه، بعضی ها ملاخشون شوهرشونه، همسرشونه، اطرافیانشونه، مشتریشونه. انواع اقسام برخوردهایی که ما تو زندگی روز و شب داریم تنها با ملاخیم خداوند داریم. هر کدوم از اینها رو خداوند سر راه ما قرار داده با یک پیام مثبت. بستگی داره که ما از اونها چطور استقبال میکنیم، به طور مثبت یا به طور منفی. این که بارها حامیم توضیح دادم، بعض موقع ما تفیلا میکنیم که خداوند خودت راه صحیح رو بهم نشون بده، کمکم کن. خداوند یک باره میبینیم یک ملاخی قریبه سر راه ما قرار میده و اتفاقا در مورد همون بحثی که ما از خداوند کمک خواستیم با ما شروع میکنه به صحبت کردن. میگیم اه این از کجا یه باره اومد، این از کجا میدونست که این موضوع رو من دنبالشم، اصلا چرا از این موضوع شروع کرد به صحبت کردن. ملاخ خداوند بود. تفیلا خوندی، خداوند یه نفر رو برای تو فرستاد. حتما نباید بال و پر داشته باشه و مثل کارتون ها یه فرشته ای باشه بیاد و بگه بیا با این عصای معجزه آزاش بزنه و یه باره این در چاه باز بشه. میتونه یه عمل بنا باشه که ملاخ قرار میگیره و در کمترین وقت، بهترین فرصت، اون چاه، اون گره رو، اون قفل رو باز بکنه. پس این که انسان قبول بکنه یشوات هشم که رفعین، نجات خداوند مانند یه پلک به هم زدنه، مهیاس، آماده است، پشت در منتظر. فقط ما باید در رو باز بکنیم. لعبود تا آدم ها باید روی زمین کار بکنیم. بارون آماده، ریشم در خاک مهیا. فقط ما باید تفیلا بخونیم که این بارونه بیاد از بالا، که این ریشه از زمین سبز بشه. و جالب اینجاست، شما هر درخت و گیاهی رو، گلی رو موقعی که توی زمین بکارید به چه سمتی رشد میکنه؟ به سمت بالا، به سمت نور. یه گواهیه به من و شما که تمام گرایش ها به بالاست. حتی یک گیاه هم، یک درخت هم اینو میدونه که درست ریشش تو زمینه اما سرش به آسمونه. تا این حد انسان باید تو هر موردی به جای مخالفت و انتقاد و عصبانیت و خشونت بگه خدایا چی ازم میخوای؟ پیامت با این موقعیتی که برام پیش اومده چیه؟ به جایی که دیپرس بشه، افسرده بشه، ناراحت بشه، خودشو گم بکنه، خودشو ببازه، مغرور بشه، به جایی که بخواد به خاکی بزنه، تو همون جاده میتونه نگاه کنه ببینه جی پی اس داره بهش چی میگه، مقصد کجاست. آب در کوزه ما تشنه لبان میگردیم، کمک خداوند پشت در منتظر ماست. میگه فقط در رو باز کن، تفیلا بخون، ربط بده همه چیز رو به کمک الهی. تو هر موردی حالت اعتماد به نفست نگذاره تو رو مغرور بکنه، بگه خودم میدونم چیکار بکنم. دیروز با این نفر صحبت میکردم که رفته بود ملاقات بیماری و اطرافیان این بیمار به حالت تعجب به این میگفتن که
آقا این همه دکتر، این همه متخصص، این همه دانشمند تو این بیمارستان ها هست، رفتن میگن بذارید یه ربای بیاد دعاش بکنه، تفیلا براش بخونه. آقا این همه علم پیشرفت کرده، حالا به دعای یه ربای. این که انسان ایمانش رو فقط به ها آدما به زمین دوخته، نه به شامعین، نه به بارون آسمان. میگه آقا من دارم کود میدم، دارم میکارم، دارم شخ میزنم، هر نوع فعالیت مادی و گشمیوت و دنیایی که بگیر دارم انجام میدم. دیگه چرا نتیجه نده؟ این همه من دارم میکارم و کود میدم، ویتامین میدم. آره، ولی هر رشدی احتیاج به آب داره، به باران داره، و اونم کلید باران تو شامعیمه. شیر آب باران تو آسمونه، دست خداونده. هر برکتی، هر شفایی، هر مزایایی، تراوتی که تو زندگی قرار میگیره همش بسته به لطف الهیه، که یا از طریقه بارون که اونم یه شالیخه، یا برف، یا شبنم، یا حتی طوفان، باد. شعر فارسی چی میگه؟ مه و ابر و باد و ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارن تا کنانی بکاری و به غفلت نخونی. تمام این شالیخ ها از شامعیم، از جانب خداوند استخدام شدن که اون زحمت ما رو نتیجه بخش بکنن. لحکیل تواتام، بفهمیم که همه اینها برای ما سودمنده، و بهترین مرکزی که میتونیم همه اینها رو سفارش بدیم تو فکر و قلبمون خداونده. بهترین تخفیف هم میده، حتی مجانی برامون میفرسته. همه امروز کیف اینو میکنن، فری شیپینگ، که پست مجانی، شما فقط سفارش بدید مجانی میاد در خونتون. خداوند میگه نه تنها فری شیپینگ، پستش مجانیه، خودش هم مجانی دارم بهت میدم. اکسیژن که الان این همه ارزش پیدا کرده، با یه ویروس کرونا، تنگی نفس و الی آخر، میفهمیم که هر چقدر ما داریم مجانن از خداوند بهره میبریم و لطف میگیریم و خودمون رو متوجه نبودیم. قبلا غذا مایه حیات بود و همه سوپرمارکت ها صف میکشیدن که تا غذا تموم نشده بخرن، فکر میکنن کمبود غذا قحطی میاره. الان فهمیدیم کمبود اکسیژن مرگ میاره. تا این حد ما به همچین دستگاه الهی وابسته هستیم، به اکسیژن، که خودمونم تا الان متوجه نبودیم. تا این حد لطف خداوند در هر ثانیه شامل حال ماست. همه حدش به خلیام، به توبه به خلیام، معصه برشید. پس راستشو بخوای، میتونه 5 روز خداوند خلقت دنیا رو روز به روز توضیح بده با تمام دیتیلز و جزئیاتش. اما اگر روز ششمی نباشه، آدم آرشونی به دنیا نیاد و تفیلای نخونه، هیچ کدوم از این دستگاه های آفرینش هیچ نوع فعالیتی ندارن. پس اگر احیانا وقت اضافه پیدا کردیم، نریم سر تلفنمون ببینیم که کی با ما چی کار داشت، یا ما با کی چی کار داریم، یا اصلا کی با ما کاری نداشت، بریم سراغش که کجایی. وقت اضافه پیدا کردیم، یه تفیلای بخونیم، راز و نیازی بکنیم با خداوند.
میدونی که فردا قرار اپایمنت داره، ملاقات داره، میدونی که قرار مسافر سه روز دیگه برسه، میدونی که قبض بیل فلان موضوع اومده، میدونی که الان یه هفته است که نشده سری بزنم. تو هر موردی یه سر صحبت رو با خداوند باز بکنیم، یکی دو دقیقه یه تفیلای بخونیم که خداوند تو این موضوع، تو این موقعیت، تو این پروژه، تو این مسیر کمکم کن. یک بار میبینیم باران الهی از شامعیم نازل میشه، چون همه چی آماده بوده، فقط میبایست بود ما یه تفیلای بخونیم، نشون بدیم به خداوند که تو هر ثانیه محتاجتیم و تنها کمک توه که داره ما رو پیش میبره. مگر موقعی که ما فردا میخوایم زودی از خواب بلند شیم باید جای باشیم، آلارم کلاک ساعت نمیگذاریم که ما رو بیدار بکنه که زود بلند شیم عقب نیفتیم. همینطور هم انسان تو زندگی خودش با هر تفیلایی که میخونه، راز و نیازی که با خداوند میکنه، یک نوع آلارم کلاک، یک نوع ساعتی را داره تنظیم میکنه که میگه خداوند کمکم کن که به موقع اون کار انجام بشه، کمکم کن که فراموش نکنم، عقب نیفتم، در غفلت نرم، در خواب غرق نشم، به موقع بیدار بشم، چه برای خودش، چه برای فرزندانش، چه برای اطرافیانش، حتی برای در و همسایه هم. شما میدونید موقعی که خوپایی برگزار میشه یا بریت میلای برگزار میشه، همه هی میخوان ببینن که زیر خوپا چی میگذره، سر اون سکوی بریت میلا چی میگذره، چی کار داریم سرک بکشیم ببینیم چی میگذره. دعا کنیم که این بچه که داره بریت میلا میشه ماشیخ دوره باشه، شیه گادول به اسرائیل، تلمید حاخام باشه، در راه درست بزرگ بشه، مظهر قدوش هشم باشه، جزء یکی از بندگان امین و مؤمن خداوند باشه. دعاش کنیم که این حاتان و کلا یک نوع بعید به اسرائیل، بتونن بچه های تلمید حاخام و سالم خداوند بهشون بده، با همدیگه بتونن تا 120 سال زیر یک سقف باش شالوم بایت زندگی بکنن. لازم نیست که بریم ببینیم زیر خوپا چی میگذره و سر بریت میلا چی میگذره، دعا کنیم از موقعیتی که اونجا هست. و موقع است که میبینیم در باران رحمت تمام این نهال هایی که از قبل کاشته شده و لطف هایی که خداوند برای ما مهیا دیده یک باره در شامعیم باز میشه و بارو خشم میبینیم آره اونجوری که فکر میکردیم جای امید هست، چقدر داره همه چی خوب پیش میره، همه این نهال ها از قبل کاشته شده سر از خاک در آوردن و دارن رشدشون روز به روز بیشتر میشه. چرا؟ چون با تفیلایی که ما خوندیم، با قدر شناسی و حکارات توی که به خداوند نشون دادیم که خداوند تا عالم نعمات و کمک خودت بوده، من هیچ کاره بودم، فقط لازمه که آدم نگاه بکنه به 30 سال پیش چقدر دنیا تغییر کرده. راستی ما 30 سال پیش چجوری زندگی میکردیم؟ نه اپی بود، نه مپی بود، نه تلفنی بود، نه زومی بود، نه روای بخشی بود، چجوری؟ خداوند تو هر دوره میدونه که چطور ما رو زیر پروبال خودش بگیره، فقط ما باید تشخیص بدیم که تو هر زمان و تو هر موقعیتی هنوز هینه لویانون و لویشان شمال اسرائیل که خداوند نه خواب میره نه چرت میزنه، بلکه شمر اسرائیل نگهبان ماست، داره ما از ما حمایت میکنه، حواسش به ماست، نعماتش آماده برای پست، free shipping and free price. لازم نیست وایسیم تو صف برای بلک فرایدی
که ارزون بخوایم به چیزی بگیریم، یا وایسیم سایبر ماندی روز دوشنبه رو اینترنت یه چیزی با تخفیف بگیریم. خداوند تمام نعماتش رو مجانی با پست مجانی در اختیار ما گذاشته. فقط ما باید سفارش بدیم، فقط باید تفیلا بخونیم، فقط باید موقعیت رو مناسب بدونیم که همه چی از جانب هشمه. موقعی که خودش صلاح بدونه، یه کمپانی میاد در دنیا به عنوان amazon.com. خودش صلاح بدونه، در موقعی که تمام مدارس و دنیا یک بار تعطیل شد، زوم اومد و همه ارتباطات رو هنوز برقرار کرد. خودش حربه شلوخیم لماکان. خداوند شالیخ ها و فرستنده های بسیاری داره. لازم نیست که ما سر از کار خداوند در بیاریم، فقط از حمایت اون سعی کنیم همیشه تشکر بکنیم که خداوند تا الان کمک هم کردی، از این به بعدم لطفا کمک هم کن. و هر چقدر ما راستشو بخوای more specific، جزئی تر با خداوند تفیلا بخونیم، نه کلی تر. بچه ها را عاقبت بخیر کن، این کلیه. ولی اینکه هر کدوم از بچه ها بالاخره یک کمبود و یک ضعفی و یه احتیاجی دارن، اینو تو این کارش موفق کن، اونو تو این مورد، اینو تو این مسیر، اینو تو این هدف اسپسیفیک، جزئی تر به خداوند تفیلا بخونیم، سریعتر و بهتر نتیجهشو میبینیم. چون اومدیم دقیقا خداوند رو کردیم متخصص همون موضوعی که نگرانش هستیم و میگیم فقط از دست تو خداوند رو پیش میاد، فقط این بخش از بیمارستان میتونه این بیماری رو شفا بده. از خود خداوند، موقع خداوند یه شالیخ اسپسیفیک برای ما میفرسته. اگر راستشو بخواید، اگر قرار آدم اینجوری بکنه، نصف روزش فقط به تفیلا میگذره. چون انقدر ما احتیاجات مختلف و گوناگون و متفاوتی برای خودمون و اطرافیانمون داریم که برای هر کدومشون هر روز بعد وقت بگذاریم و وقت ملاقات از خداوند بگیریم، برای لطفاش، برای بارانش، برای حسادیمش. ولی کسی که بتونه واقعا این کارو بکنه، میبینه بهترین آرامش و صلح درونی رو برای خودش پدید میاره که هر روز با خیال راحت مدیتیت میکنه، با خداوند خلوت میکنه و انرژی و قوت قلب و امید میگیره. و اون موقع است که اصلا روز بعد فکر هیچ نگرانی رو نمیکنه که بخواد نیم ساعت یا نیم روز براش وقت بگذاره. انقدر به خداوند مطمئن میشه که میگه همه چی دست خداونده، nothing to be worried about. انقدر ایمانش به خداوند قوی میشه که همه چی رو با خوشبینی نگاه میکنه و میگه اینم از جانب خداونده. تفیلا نخونده، تشخیص میده کمک خداوند رو در زندگیش. هشم کمک کنه که به خوبی بتونیم به عزتشم به اون درجه برسیم. باروخ هشم لعالم. آمین.